ارتقای نامدارترین فرمانده ارتش افغانستان به جنرالی. سرانجام استعفا داد و جای او فوراً پر می شود. دو کار تکان دهنده آمریکا علیه طالبان که آنها را یکدم غافلگیر و زمینگیر کرد. و در پایان هم چند رویداد کوتاه دیگر ببینید. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از کانال سمارت پلاس خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا پایان ویدیو با ما همراه بوده و این کانال را نیز سابسکرایب کنید. فرمانده نامدار ارتش افغانستان جنرال شد. حامد سیفی در بست بریگادیر جنرال به صفت قماندان لوای پنجم قول اردوی 203 تن در ولایت میدان وردک گماشته شد. فرمانده دگروال حامد سیفی در بست بریگادیر جنرال به عنوان قماندان لوای اردوی ملی در ولایت میدان وردک گماشته شد. حامد سیفی از جمله افسران شجاع و نترس اردوی ملی افغانستان است که بیشتر از 15 سال می شود در سخت‌ترین میدان‌های نبرد حضور داشته است و نیز در جریان نبرد در برابر طالبان کتاب تحت نام مردان آزادی نوشته است. یادآوری می‌کنیم که به تاریخ 5 جون حامد سیفی قماندان کندک اول لوای نمبر 6 سرحدی بلخ در یک کمین توسط ماین کنار جاده‌ای در بین ولسوالی مردیان جوزجان و ولایت شورتپه ولایت بلخ صورت گرفت که در نتیجه انفجار 3 نفر پرسنل کندک اول شهید، 5 نفر پرسنل دیگر به شمول آقای سیفی زخم برداشتند. نشست مسکو هیئت افغانستان بر ریاست عبدالله اعظم روسیه شد. هیئت دولت بر ریاست عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی برای شرکت در نشست صلح مسکو اعظم روسیه شد. شورای عالی مصالحه ملی امروز چهارشنبه 27 اوت در اعلامیه گفته است که آقای عبدالله به دعوت رسمی به اشتراک نمایندگی از دولت افغانستان برای شرکت در نشست صلح مسکو که در حمایت از روند صلح افغانستان برگزار می شود اشتراک و سخنرانی می کند. اعلامیه شورای عالی مصالحه ملی افزوده است که در این نشست یک روزه نمایندگان دولت افغانستان و طالبان درباره تسریع روند گفتگوی صلح، تقویت مذاکره دوحه، کاهش خشونت و تقویت افغانستان مستقل، خودکفا و عاری از تروریسم و مواد مخدر بحث و گفتگو می کنند. قرار است نشست مسکو روز پنجشنبه هفته جاری به منظور تسریع روند صلح برگزار شود. بر اساس گزارش ها قرار است میررحمان رحمانی رئیس مجلس نمایندگان، حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین، عبدالرشید دوستم معاون پیشین رئیس جمهوری، محمد کریم خلیلی معاون پیشین رئیس جمهوری، گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی، بابر فرهمند معاون شورای عالی مصالحه ملی، سید سعادت منصور نادری وزیر دولت در امور صلح، محمد معصوم استانکزی رئیس هیئت مذاکره کننده افغانستان، متین بیگ عضو هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان در این نشست شرکت کنند. همچنین احمد نادر نادری عضو مذاکره کننده دولت افغانستان، حبیب سرابی عضو هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان، محمد علی مزدیان نایب اعلی مجلس سنا، عبدالله خنجانی معین وزارت دولت در امور صلح، عبدالستار خواصی عضو حزب اسلامی و غیرت بهیر عضو حزب اسلامی از اعضای دیگر حیات دولت در نشست مسکو هستند. سخنگوی طالبان نیز گفته است که یک حیات 10 نفری از این گروه آمادگی اشتراک در نشست صلح مسکو را گرفته است. حیات طالبان را ملا برادر رئیس دفتر این گروه در قطر رهبری خواهد کرد. همچنین زلمه خلیزاد نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور صلح افغانستان نیز در این نشست اشتراک می کند. در این حال ناصر فرزام روی صفحه فیسبوکش نگاشته است تازه یک منبع میگوید که اسدالله خالد روز گذشته از سمت وزارت دفاع استعفا کرده است. این منبع میافزاید که به وظیفه بسم الله محمدی تعیین می شود.
بایدن خروج آمریکا از افغانستان تا مایمه دشوار است. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا خروج سربازان این کشور از افغانستان تا مایمه سال جاری میلادی را دشوار خوانده و در عین زمان گفته است که خروج کامل ایالات متحده از زمان زیادی را نخواهد گرفت. بایدن در گفتگو با شبکه ABC آمریکا درباره توافقنامه دوحه نیز گفته است که این یک توافقی نیست که در پی مذاکرات جامعه از سوی رئیس جمهور پیشین آمریکا حاصل شده باشند. توافق دوحه در فوریه سال گذشته میان طالبان و حکومت آمریکا به رهبری دونالد ترامپ در پایتخت قطر امضا شد. بر اساس این توافق قرار است حضور نیروهای خارجی در افغانستان در ماه می 2021 صفر شود. شمار نیروهای آمریکایی در حال حاضر به 2500 نفر کاهش یافته است. اگرچه پیش از این جو بایدن گفته بود که می تواند ضرب الاجل خروج را کنار بگذارد و همچنین توافقنامه دوحه را بازنگری می کند، اما تلاش‌های اخیر آمریکا برای تسریع روند صلح نشان می دهد که این کشور در تلاش فراهم شدن هرچه زودتر زمینه خروج از افغانستان است. از جانب دیگر مقام‌های آمریکایی در مورد پیامد خروج نیروهای خارجی از افغانستان هشدار می‌دهند. نیروهای خارجی در قندهار مواضع طالبان را بمباران کردند. سخنگوی نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان میگویند که نیروها در ولایت قندهار مواضع طالبان را بمباران کردند. سانی لگت سخنگوی نیروهای آمریکایی امروز چهارشنبه 27 اوت در توییتر نوشته است که این حملات در جریان 48 ساعت گذشته در ولسوالی‌های ژیره و اسپین بولدک قندهار در حمایت نیروهای افغان علیه طالبان انجام شده است. او تاکید کرده که این حملات بر اساس توافقنامه دوحه انجام شده است. آمریکا و طالبان در ماه فوریه سال جاری میلادی در قطر توافقنامه صلح امضا کردند. طبق این توافق نیروهای آمریکایی طی چند ماه از افغانستان خارج خواهند شد و طالبان به این نیروها حمله نخواهند کرد. آمریکا نیز تعهد مشابه داده است. در چند ماه اخیر با آنکه از حمله طالبان بر نیروهای خارجی گزارش نشده، اما خارجی‌ها بارها مواضع طالبان را بمباران کردند. گروه طالبان در واکنش به این اقدام طرف آمریکایی را به نقض مکرر توافقنامه دوحه متهم می‌کنند. نیروهای آمریکایی اما این اتهام طالبان را رد می‌کنند. به تازگی جنرال فرانک مکنزی فرمانده ستاد مرکزی ارتش آمریکا یا سندگام گفته است که خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان بدون توافق با گروه طالبان دولت افغانستان را درگیر جنگ بزرگ خواهد کرد. پیش از این هم مقامات آمریکایی درباره وقوع جنگ داخلی در صورت خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان هشدار داده بودند. تشکر از توجهتان. تا درود دیگر. بدرود.